عزت الله به بیماری جدی سرطان مبتلا می باشد. عزت الله پس از 4 روز انتظار در مرز تورخم توانسته است که خود را به شفاخانه نارتوست شهر پشاور برساند. پاسپورت خونه دارم، برای توکن میم، یک جمعه منتظر بودم، راهم بند بود، 3 روز آمد. برای راه مشکلات زیاد است. 4 روز منتظر بودم این طرف در کلینیک، تا این طرف تیر شدم. و دینا روز داده تیر شدیم، از 2 بجه تیر شدیم طرف تورخم، این طرف کلینیک، با 3 بجه 4 بجه ما را علاقه طرف پاکستان. مشکلات زیاد است. تداوی دفعه افغانستان سرطان نیست، شبخانش هم نیست. مشکلات زیاد است، سرطان جزیات است. وقتی که در تورخم می در 99% کل سرطان است، مریضی سرطان است. به دلیل نبود امکانات کافی برای تداوی بیماری سرطان در افغانستان، بسیاری از مریضان افغان برای معالجه به پاکستان سفر میکنند. بار اول که آمدیم پس از 1.5 ماه دوباره برگشتیم و زمانی که دوباره میخواستیم تا بیاییم مرز مسدود بود. بنابراین نتوانستیم تا به تاریخی که برای ما داده شده بود نزد دکتر مراجعه کنیم. بیماری خود تقریبا 2 سال شد. 2 سال از بیماری فرزندم میگذرد و در این مدت به اینجا رفت آمد داریم، ولی در مرز با مشکلات زیاد روبرو هستیم، زیرا نه ویزه و نه پاسپورت به آسانی به دست می آید. حتی در 1 سال هم نمی توانیم که پاسپورت دریافت کنیم. وقتی که پاسپورت به دست می آوریم ویزه مشکل است. بعض اوقات 5 شب یا حتی 10 شب را در مرز سپری می کنیم. از حکومت می خواهیم که به این مشکل ما رسیدگی کند. با گفته این بیماران، تکمیل کردن شرایط اخذ ویزه دشوار می باشد. یکی از این بیماران می گوید توانسته است که در بدل $850 ویزه دریافت کند. بدون ویزه امکان نداشت که ما طرف بیم و ویزه را ما خواستیم که به زودترین فرصت بگیریم. و چون که ویزه نمی دادند در سفارت، باز بالاخره به قیمت بسیار گران برای ما تمام شد که هر ویزه را ما تقریبا به $800 خرید کردیم و آمدیم که دفعه قبل 2 نفر بودیم، $800 تقریبا $1,700 ای برای ما تمام شد. و حالی هم به خاطر ویزه باید ما دوباره اپلای کنیم، چون که رفت آمد ما زیاد است، ضرورت است که باید بازم بیاییم به اینجا، چون که این تداوی ما دوامدار است و نمیفهم که حالی باز ما دوباره امی پول پرداخت کنیم یا ایست که میتونن که به شکل سادش بر ما ویزه بدن. و خواهش ما می است که بدن امی ویزه را بر ما سهولت بسازن دولت پاکستان. با گفته دکتران معالج، به موقع مراجعه نکردن این بیماران می تواند که معالجه آنان را متاثر کند. به دلیل مسدود بودن مرز، تعداد بیماران نیز کاهش یافته است. معالجه بیماران سرطان باید دوامدار صورت گیرد. برخی از بیماران را که 1 هفته پس یا 3 هفته پس و یا 1 ماه پس برای معاینات فرا می‌خوانیم، چون آنان به موقع آمدن نمی‌توانند، آنچنان که باید تداوی شوند، معالجه نمی‌شوند. مرز تورخم به تاریخ 10 ماه مارس بر روی بیماران افغان مسدود شد، ولی پس از سپری شدن 4 روز برای آن عده از بیماران دوباره بازگردید که با داشتن توکن وارد پاکستان می شوند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.